تحت رقم 133 در برای گرفتن شهروندی فدراسیون روسیه. اساسهای قانونگذاری فدراسیون روسیه را نیز باید اسخد کرده باشند. با اثر نو گرانیت سمیره مهلت شا پرادلید میکنی تمام. کلی چیز و بلیت در همه ویدیو میگم برادر عزیز. السلام علیکم به همه نفرهایی که همه روزا ویدیوهای ما را تماشا میکنین. تماشا بینون عزیز و گرامی قدر. حتما در ویدیو لایک مونین تا آخر شا تماشا کنین. اوید یک قویده های نوی گرفتن شهروندی روسیه کم ترک معلومات میتین تا آخر ویدیو را با دقت تماشا کنین. عینی حال نفرهایی که مرا تماشا کرده سین برادران عزیز فراموش نکنین که در کانال ما کنکورس رفته سین. انشاءالله خدا روزی باشه روزی دوشنبه روزی فینال انیق میکنم. به همین خاطر کم تر دیگر بلیت موندگیه حرکت کنین حاضر بدروین بلیتاتون را خریدن بگیرین. یعنی که با 500 روبل 5 دونه بلیت با 1000 روبل 10 دونه بلیت میتین. در این پارا نمره‌ای که دیده سین نمره‌ای سبربانک های. در همین سبربانک سون تونم میپرتوین سبربانک با نامی حمزه میبروید. و در این پارا نمره‌ای که دیده سین نمره‌ای واتساپ های. در این واتساپ چک تونه روان میکنین بلیتی شما میوید. شاه جایزه کنکورسی ما مرسدس اس کلاس سالی 2008 و غیر ای 34 دونه دیگه پریز. حرکت که فینال قریب اومد. قویده های نوی گرفتن شهروندی روسیه خواهشمندان را در آینده نزدیک چی انتظار می باشد؟ از روز 26 اکتبر قانونی نوی فدرالی در باره شهروندی فدراسیون روسیه اعتبار پیدا می کند. چی تغییرات در آن است و با کدام سبب ها شهروندی روسیه باز داشته کرده می شود؟ چه خیلی که ما گفته بودیم از روز 26 قانونی نوی فدراسیون روسیه اوید گرفتن شهروندی یعنی که قوای قانونی خچا پیدا میکنه و در این موضوع امروز افیسال نه اعلام کرده گفتن و باز یک چندین قویده های نوی دیگرشان برای خواهشمندان خاطی رسان کردن. قانون نوی فدرالی 28 اپریل سال 2023 تحت رقم 133 در برای گرفتن شهروندی فدراسیون روسیه از 26 اکتبر سال 2023 قوای قانونی خود را پیدا نمود که بیشتر شناسنامه روسیه را گرفته میتواند. طبق معلومات وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه در سال 2022 691 هزار خارجی شهروندی روسیه را دسترس نمودند که گفته می شود که از این گرفتگان 25% زادگان جمهوری تاجیکستان می باشند. یعنی که شهروندی روسیه باید نه تنها زبان روسی را تا این وقت این دانش توسط امتحان مخصوص سنجیده می شود بلکه تاریخ روسیه و اینچنین اساسهای قانونگذاری کشور را دانند. اما معلوم نیست که این دانش چیگونه سنجیده می شود. از اینجا پس هر یک نفره که شهروندی روسیه را دسترس میکنه تنها دانستن زبان روسی دیگر را بازی نمیکنه. اساسهای قانونگذاری فدراسیون روسیه را نیز باید اسخد کرده باشند و این امتحان ها با کدام را گرفته می شوند حاضرش را انیق نیست. رویخط شخصانی که حقوق گرفتن شهروندی روسیه با ترتیبی ساده شده دارند تغییر یافت. با آن شخصان شامل بودند که دانشگاه های روسیه را با بهای اعلی ختم کردند. قبلا برای نفرهایی که با شهروندی فدراسیون روسیه نه کمتر از 3 سال اگر زندگانی کرده بودند با طریق زک آنها می توانستند که شهروندی روسیه را دسترس کنند، ولی در قویده های نو معیار دوامنوکی اکت نکاح از بین برداشته شد، ولی شرطی حتمی در برای موجودیت فرزند عمومی به میان آمد. گفته می شود که انمی مهلتی که به تا 3 ساله از بین رفت و در مهلت دیگر شهروندی روسیه به واسطه زکس گرفتن نمی شود. گفته می شود که بدن و داشتن فرزند از آن همون شهروندی روس حتمی و ضروری شد. و یک خوشخبر دیگرش این می باشه برای شهروندی روسیه را دسترس نمودن که پیشتر اگر یکی از نفرها در فدراسیون روسیه مثال میگیریم اگر فرزندشان تولد میشیدن مثال شهروندی روسیه را میگرفتن تا فرزند به سن بلوغت نمیرسید پدر مادر به واسطه او فرزند پاسپورت گرفتن نمیتونستند. ولی عینی ها فرق نداره فرزند یک ماه ده ماه یا ده ساله ای را دیگر اهمیت نمیتین رول بازی نمیکنن و سرازو میتونن پاسپورتی را سیسکی را به واسطه فرزند بگیرن. و یک راه مشکلی دیگرش با همین میباشه که پیشتر طبق قانونگذاری فدراسیون روسیه
18 ماده را مقرر کرده بودند که هر نفر که با آن همون 18 استاتیا با جوابگری کشیده میشید با اون نفر شهروندی داده نمیشید و شهروندی او را قطع میگردانیدند. ولی آن همی اینی حال 64 ماده شید در عموم. یعنی که 64 ماده پیش بینی شده گیه که اگر شهروند با آن همون اون کردارها دست بزنه شهروندیش قطع گردانید. تماشا بینان عزیز و گرامی قدر ای باید معلومات های پورا دقیق و عنیق آید تغییرات های نو برای گرفتن شهروندی روسیه برادران عزیز اکنون کمنتری های شما را خونده با سوالاتون جواب میگردونم فراموش نکنین اگر نفرهایی که بخواهین گرانیسه قزاقستان سفر کنین برای از نو کردن حجت ها پس رقم هایی که در روی اکران میبینین زنگ بزنین با نرخی ارزان میوید شما را میگیره با خواست خدا ساق سلامت برده میارتان با منوچهر نمیسونده السلام علیکم اکا کی تمام شود دعوت با خدمت دعوت کنی به خدمت حربی یعنی که 27 نویبر با انجام میرسد یک کس نویسنده السلام علیکم اکا ما پاسپورت ما گم کردم در مسکو 3 ماه میشوم میتونم پاسپورتی نو گیرم گرانی سرون دپورت نمیکنن یا کی تاجیکستان در حالاتی که شما همه هویتاتون را گم کرده گین از جمله پاسپورتونا میتونن که با سفارتخانه جمهوری تاجیکستان در شهر مسکو مراجعه کنین و پاسپورت شما را واسطه‌نوید کرده میتین یک کس دیگر نویسنده اکا روسیه ده خدمت کنی ای تاجیکستان نمیبرن نه در روسیه خدمت کرده باشی در تاجیکستان به خدمت دعوت نمیکنن زب کن نویسنده تولدشون 1996 خدمت میبرن بعد سال نو خطون حساب کنین 27 سال کشیدگی نباشن میبرن خدمت یک کسی دیگر نویسنده اکا نرخی و اینی بلیت چند سومه نفرهایی که میخوان خدمت الٹرناتیوی کنن نرخش 51000 سومون شده گیوزی یک کسی دیگر نویسنده السلام علیکم اکا ویدوارینی از سود قطی چند سوله میشه و به سپیس پریوم ویدوارینی از 3 ماه تا 5 سوله میشه و برودار یک کسی دیگر نویسنده السلام علیکم اکا سوزین سلامتی سوالم همی که تو چند سوله را میبرم به خدمت حربی التماس جواب دین از 18 سالگی تا 27 سالگی را مقرر کرده گیم یک کسی دیگر نویسنده اکا جان ماشین های روسیه دروری بیر از سموشکا چانتا میگرده همچون گاز سیب دروری اگر مهلتش در همونجا مقرر شده گیه مثال از 15 روزه یا ماهه وقتی که تو میای با جمهوری تاجیکستان همین مهلت بود میشوه و باز بخواهی که بستی با اثر نو گرانیت سمیره مهلتش را پرادلید میکنی تمام اشورف نویسنده سلام چی با حسابی بیلیتا نمیگی کلیچی سوی بیلیتا در همه ویدیو میگیم برادر عزیز 5800 دونه بیلیت را کنکورسی ما یک کسی دیگر نویسنده سلام اگر واسطه‌نوید کنی خدمت میبرم اگر کی پیش از دعوت کنی به خدمت حربی تو دانشگاه تا واسطه‌نوید کنی و درس خونده است باشی نه نمیبرم ولی اگر دعوت کنی سر شوابت ای پسی واسطه‌نوید کنی بشه در این حالت حق و حقوق دارن که تو به خدمت حربی دعوت کنن چون که تو در این حالت دانشجو به حساب نمیره تماشا بینان عزیز تا برنامه های دیگر خداوند همه ما و شما را نگهبان باشد.